اینجا پیش یه آقای 98 ساله هستیم که جراحی قلب شدن. میشه این امیدواری رو داد هر چقدر دیر هم باز مراجعه کنیم باز ماهی رو تازه از آب میگیریم. آقای اسمتون آقای محبی متولد 1295 و اینجا بخش CCU بیمارستان امام خمینی. باور کردنش کمی سخته که تو این روزگار قلبای آزرده حتی قبل از 30 سالگی یکی پیدا بشه که نزدیک 100 سالگی تازه رگای قلبش رو عمل کنه و حالا هم بخواد بره دنبال زندگیش. خب الان میخواین برین فوتبال بازی کنین؟ فوتبال. آخه این قلب داستانش چیه که گاهی سکته میکنه، گاهی نامنظم میشه و گاهی یه دفعه میایسته. عضو کوچیکی اما در واقع پمپ عضلانی رسوندن خون به ریه‌ها، مغز، کبد و همه دستگاه و اندام‌های بدنه و ضربانش عین زندگیه. خودش دو تا رگ اصلی داره که دورش میچرخن و به بافت‌های قلب اکسیژن میرسونن. بهشون میگن کرونرهای راست و چپ. ظرافت کار قلب اینجاست که خودش عامل حیاته ولی رگ‌هاش با قطر 3 میلی‌متر نازک‌ترین سرخ رگ‌های بدنه. بابا جون دردت کجاست؟ دردش از اینجا سینه‌م میزنه پشت. زن به پشتم. تو خانواده هم داشتی؟ نرات قلبی؟ بابام داشتی. خیلی اتفاقی متوجه شدم که فشار خون دارم، برای اهدای خون رفته بودم و بعد از این اتفاق پیگیری کردم و الان چند بود فشار خونتون؟ 18 روی 13 بود فکر میکنم. یکی از علتهای تنگ شدن کرونرها ارثه. علتهای دیگرش دیابت در حالی که قند خون تنظیم نباشه، فشار خون بالا و چربی خون بالاست و البته دود سیگار. اینها در رگهای ظریف کرونر رسوب میکنن تا جایی که زمانی دیگه خون به خود قلب هم نمیرسه. میتونه به یکی بگیم دارو بخوره، به یکی میگیم عمل باز و یا اینکه استنت گذاری یا همون آنژیوپلاستی. مردم به فنر میشناسن. بله به فنر که مثلا قبلا بالون بود الان خب فنر هستش. این متخصص قلب جزو پزشکانیه که آنژیوگرافی یعنی بررسی رگ‌های قلب رو از طریق دست هم انجام میده. او رو در بیمارستان دیگه ملاقات میکنم و ازش میخوام نشانه های تنگ شدن کرونرها رو بگه. هرگاه فردی احساس میکنه که درد سینه ای داره که با فعالیت زیاد میشه حتما بایستی مراجعه بکنه. علامت دیگه ای که هست تنگی نفس هستش، ممکنه تپش قلب یا همون آریتمی یا نامنظمی ضربان قلب هستش، اینم میتونه علامت گرفتگی عروق کرونر یا همون سرخ‌رگ‌های قلبی باشه. میگه متاسفانه یک سوم افرادی که در معرض سکته قلبی ان علامتی ندارن. مثلا دیابتی ها ممکنه که اونایی که قند خونشون بالا هست هیچ علامتی نداشته باشن، یا کسایی که فشار خون بالا دارن، چربی خون بالا دارن، بنابراین اینا بایستی بیشتر مواظب باشن. مثلا افرادی که دیابت دارن ما سالانه توصیه میکنیم حتی اگر هیچ علامتی هم نداشته باشن بیان از نظر گرفتگی عروق کرونر خودشونو بررسی بکنن. گاهی آدم دردی داره، تشخیص میدن، درمان میشه، اما گاهی کرونرها ناغافل جون آدم رو میگیرن. بدیش اینه که بیشتر تو سن بابا بودن، مادر بودن، کار کردن و مفید بودن این اتفاق میفته. باید حواسمون باشه. قلبتون عمل کردن؟ من خبر ندارم. خوش به حال آقای محبی که اونقدر فرصت داشت تو 100 سالگی قلبش عمل کنه. مراقب قلبتونم باشید.